جلسه رو شروع میکنیم. خیلی خوش اومدید دوباره به بخش دوم جلسه. این پنل درباره میزگرد در مورد انتخابات آزاد و منصفانه است، هم به عنوان یک استراتژی گذار و هم به عنوان راه حلی برای حل امیدواریم مشکلات آینده ایران. سخنران اولمون آقای حسن شریعت‌مداری هستند که احتیاج به معرفی ندارن. ایشون از کنشگران سیاسی پرسابقه ایران هستند که مدتی است کلاس‌های آموزشی انتخابات به منزله استراتژی گذار از نظام‌های استبدادی به دموکراسی رو در کشورهای مختلف تعلیم میدن. با سلام خدمت خانم‌ها و آقایان و اظهار خوشبختی از اینکه در پارلمان یک مملکت آزاد صحبت می‌کنیم و از این نمی ترسیم که بعد از صحبتمون عواقبی دامنگیر خود، دوستان و خانوادهمون بشه که قابل پیشبینی نباشه. امیدواریم در مملکت خودمون بتوانیم چنین فضایی رو ایجاد بکنیم و در چنین پارلمانی دوستان ما بشینن، اگر هم برای ما دیر شده باشه، و با کمال امنیت صحبت بکنیم. این نعمتی است که آدم تا در کشورهای امن نباشه قدرشو نمیتونه. خب، انتخابات پیش رو مرحله بزرگی است که تایید یا رد صلاحیت های کاندیدا هاست انجام شد و در حقیقت امیدهایی را که در ناامیدی ملت ایران به کسانی بسته بودند که شاید مقداری زندگیشون رو به بهبود بره، در بسیاری از اونها ناامید کرد. البته مهندسی انتخابات و تقلب در انتخابات سابقه به عمر این جمهوری اسلامی داره. من یادآوری میکنم خدمت شما که در اولین رفراندوم جمهوری اسلامی، در شروعش، این حکومت در زمان آقای خمینی اسم یک نفر دیگری به اسم شریعت‌مداری رو در تلویزیون ایران، در تلویزیون آذربایجان و تهران نوشت و از قول پدر من جعل کرد که ما در این انتخابات شرکت میکنیم و مبارزه ما با ولایت فقیه رو خواست. به این ترتیب در حقیقت ازش یک چیزی بسازه درست برعکسش. خاطره‌ای بهتون نقل میکنم تا روحیه اینا رو بدونید و بدونید اینا در از این چند سال چطور عمل کردن. آقای اشراقی، داماد آقای خمینی، آمده بود سراغ پدر من و میگفت که شما اطلاعیه دادید که تا این اصل ولایت فقیه و اصول مربوط به آن اصلاح نشود من در این انتخابات شرکت نخواهم کرد. شما اشکال نداره مخالفت کنید، ولی بنویسید که اگر اصول مربوط به ولایت فقیه اصلاح شود من در این انتخابات شرکت خواهم کرد. پدر من با تعجب پرسید چه فرق میکنه؟ گفت ما همون شرکت خواهم کردش رو توی مطبوعات بزرگ میکنیم، توی رادیو تلویزیون میگیم، همون بر ما کافی. نتیجه رفراندوم رو آقای هاشم سباقیان یک دوره ای به من گفت که شما در انتخابات آینده مجلس بیایید شرکت کنید و مثل رفراندوم نشه. گفتم که خب شما تقلب میکنید و این کارا شد. گفت ما فرهنگ این کارو نداریم. ما که جزو نهضت آزادی هستیم و اصلا اسممون بوده نهضت آزادی برای انتخابات در ایران، آقای صدر رئیس جوادی خدا بیامرز وزیر کشور بود، منم معاونش بودم. موقعی که رفراندوم شد بنا شد ما این گونیای وسیع رو بشماریم. از طرف بیت آقای خمینی هم دائم فشار بود. آخرش تصمیم گرفتیم که 100 تا گونی رو بشماریم، به طریق آماری ضبط بقیه بکنیم. کردیم و نتیجه رفراندوم رو اعلام کردیم. یعنی اصولا آشنایی با مفهوم انتخابات، سازوکار انتخابات، سوء استفاده از انتخابات یک چیز نهادینه بود. نمایندگان مجلس تا اونجایی که به حزب خلق مسلمان مربوط بود هر 5 تا نماینده تبریز رو برده بودیم. مشکین شهر و اردبیل رو عوض کردن، آقای مشکینی و موسوی اردبیلی رو به جاش گذاشتن و نماینده کیهان تعداد آرا رو به ما قبلا داده بود، شبانه عوض شد. یعنی از اولین انتخابات تا این آخرین انتخابات
مهندسی در انتخابات دستبرد به آرای مردم، تعویض کاندیداها و از طرف مخالفین یا معتقدین به انتخابات عدم آشنایی با سازوکار انتخابات یک روتین در این انقلاب اسلامی بود و چیز تازه‌ای نیست. اون چیز تازه است و امروز اتفاق افتاده و یک نقطه عطفی است اینه که انقلاب در حقیقت رد صلاحیت شد به خاطر اینکه آقای اگر انقلاب اسلامی رو از بانیانش و سازندگانش آقای رفسنجانی رو بدونیم و از ستونهای اصلیش نسل اول انقلاب رو بدونیم که آقای نمیدونم خاتمی و دیگران هستند، همگی رو آقای خامنه‌ای کنار گذاشت و در نتیجه به نظر من در چند ماه آینده به احتمال قوی این انقلاب به دو قسمت مختلف تقسیم میشه. یکی کسانی که به آیت الله خامنه‌ای و اصول اول انقلاب تظاهر میکنند یا واقعا معتقدند، معنیش اینه که خانواده آقای هاشمی، خاتمی، اصلاح طلبا و بسیاری از کسانی از این قبیل، یکی هم نسل دوم سومی که الان میخوره و میبره و میبره و دوباره آقای خامنه‌ای است و بنابراین این تقسیم قدرت دلیل اصلیش این هست که مدلی که برای گردش قدرت در نخبگان در جمهوری اسلامی طراحی شده بود و اون انتخابات رقابتی بین خودی ها بود دیگه قابلیت عملیاتی نداره. یعنی مدل قبلی که به صورت گردش قدرت در نخبگان را به نحوی فراهم میکرد، وظیفه مردم بیعت با نظام بود از طریق دادن رأی و صلح و صفا رو اون بالا برقرار میکرد، دیگه امکان عمل نداره و این انتخابات درست اون نقطه است که این بیقابلیتی طراحی قبلی نظام رو از این به بعد نشون میده. خب بنابراین چی موند؟ مخالفینی که یا باید انتخاب کنند شورش خیابانی، جنگ مسلحانه، انقلاب یا چیزهایی رو که در دیدشون نیست، در تصورشون نیست، همکار اجتماعی و سیاسی هم براش پیدا نمی کنند، یا اون مدل که رفته کنار یک مدل بیشتر نمونده و اون انتخابات آزاد و منصفانه بر اساس استانداردهای بین المللی است که بازندگان این نظام می توانند اگر نه ایدئالیست بلکه عملگرا فکر کنند بخشی از متحدین چنین استراتژی باشند. برای اینکه چنین استراتژی درست است که از یک نظام دیکتاتوری به یک نظام دموکراتیک گذار میکنه و از این جهت با ایدئال های نخستین و اونها که برقراری یک نوع دیکتاتوری اسلامی در پوشش دموکراسی بوده نمیخونه، ولی اولا اونها مقداری متحول شدن و ثانیا تنها شانس بازگشتشون به جامعه است، به جامعه ای که به شدت دارن ازش پرت میشن و حکومت امکان زیست سیاسی بهشون نمیده. بنابراین ارزش این رو داره که این مدل به عنوان یک مدل جدی که در سراسر دنیا از سال 1974 تا کنون در بیش از 120 کشور دنیا یا مستقیما ازش برای گذار به دیکتاتوری استفاده شده، گذار به دموکراسی استفاده شده، یا اینکه در طول مبارزات برای گذار به دموکراسی به عنوان یکی از استراتژی‌های کمکی ازش استفاده شده، به عنوان یک مدل جدی مورد بررسی اپوزیسیون قرار بگیره و بررسی بشه که معنای چنین استراتژی چیست. معنای این استراتژی این است که ما امکان بدهیم به نظامی که در حوزه بحرانه و روز به روز در بحران غرق‌تر میشه و اگر این روند ادامه پیدا کنه به نقطه بحران که فروپاشی اجتماعی است علاوه بر فروپاشی نظام، امکان بدیم که از حالا که در حوزه بحرانه، هر کدوم از اینها رو در سوال جواب یا اگر وقت کردم هم گفت که چرا در حوزه بحرانه و مشخصات حوزه بحران چیه. موضوع درس های من هم اصولا
همین حرف هست تو یوتیوب میتونید ببینید اگه خواستید. مشخصات نظامی که در حوزه بحرانه چگونه در فاصله حرکت از حوزه بحران به نقطه بحران میتوان گزینه ای رو در پیشنهاد که بخش هایی از اون که باهوشترند، آینده نگرترند یا کمتر آلودن یا محبوبیت اجتماعی پیدا کردن تونلی پیدا بکنند که از طریق گذار از این تونل که تونل صندوق رأیه به جامعه آینده که یک جامعه دموکراتیک هست راه پیدا بکنن و با بقیه هم زیستی بکنن و مورد پذیرش قرار بگیرن. بنابراین انتخابات آزاد و منصفانه با استانداردهای بین المللی که یک مبارزه قانونی در ایران هست. چرا؟ برای اینکه ایران معاهده های بین المللی گوناگونی رو که آخرین اون در زمان آقای ناطق نوری در سال 1994 کنوانسیون IPU یعنی کنفرانس بین الملل پاریس است امضا کرده، در مجلس ایران به تصویب رسیده و استانداردهای اون استانداردهای بین المللی مورد قبول همه کشورهای متمدن. و شما میدونید با امضای هر قرارداد بین المللی اصل تداوم قراردادها و لازمه اجرایی بودنشون اونها رو در ردیف قوانین مملکت و قانون اساسی قرار میده و در موارد تعارض چون علاوه بر حکومت پارتنرهای سوم، شرکای سوم، چهارم و پنجمی هستند که این سند رو امضا کردن، برای حفظ منافع اونها ارجحیت به قوانین داخلی داد. این از اصول شناخته شده همه قراردادهای بین الملل است. داخلی داد. یعنی در موارد تعارض یک قرارداد بین المللی در هر دادگاهی در این دنیا ارائه بشه ارجحیت داره به قوانین داخلی که فقط یک دولت امضا کرده و با دول دیگر امضا نکرد. و اینکه در اون اولی کسانی از دول دیگر هم دخیلن که منافع خودشون یا احترام به امضای خودشون دادند. خب بنابراین ما تنها چیزی که میگیم که آقا شما به جای اینکه به قوانین ناقصی که در داخل خودتون هم قابل عمل نیست مردم رو رجوع بدید و به اصلاح طلبان میگوییم به جای اینکه ریفرنس شما قانون اساسی پر از تناقض باشه بیایید ریفرنس خودتون رو قوانین بین المللی که امضا کردید انتخاب کنید. اینا در همون ردیفند و مبارزه ملت ایران برای دستیابی به انتخابات آزاد و منصفانه یک مبارزه قانونی است. معنیش چیه؟ معنیش اینه که یک فعال میدانی رو به جرم براندازی یک نظام نمیشه محاکمه کرد. ممکنه این نظام هر کاری بکنه. ولی کسی که فعال میدانی است خوب میدونه فرق اتهام براندازی رو تا اتهام شرکت در انتخابات آزاد. بنابراین ریسک رو پایین میاره. ایدئولوژیک نیست. شرکت پارهای اپوزیسیون در انتخابات آزاد شرکت در عملیاتی کردن استانداردهای بین المللی یک قرارداده. خب اگه مگه 12 دقیقه وقت نداشتیم خیلی خوب پس ما خیلی پرسخن بودیم. 1 دقیقه صحبت شرکت در عملیاتی کردن یک قرارداد بین المللی است که ایران امضا کرد و بنابراین به هیچ وجه توافق برنامه‌ای و ایدئولوژیک در اپوزیسیون نیست که با هم اختلاف کنند و نتوانند. هایرارشیک هم نیست، بالا و پایین نداره، لازم نیست رئیس و مرئوس تعیین بشه. همه تلاش میکنیم تا انتخابات آزاد رو پیش ببریم. UDI هم سازمانی است که نه حزب سیاسی است، نه داوطلب آلترناتیو قدرت، بلکه خطابش به همه سازمان‌ها اینه که بسیار کار خوبی میکنید، تلاش سیاسی میکنید، به فعالیت خودتون بیفزایید، ما هم کمک میکنیم، تنها بیایید در زیر چتر انتخابات آزاد با هم متحد بشید و ما دانش، تخصص و امکانات خودمون رو در اختیار شما میگذاریم تا در کنار سایر فعالیت‌هاتون به یک پروژه ملی فکر کنید. اگر بقیه پروژه‌هاتون حزبی است و برای پایگاه اجتماعی خودتونه، به یک پروژه ملی بزرگی که زمینه اجرایی کردن همه فعالیت‌های حزبی شما را فراهم می‌کنه
توجه کنید. خیلی ممنونم. من صحبت خودم رو پایان میدم، بقیه رو در ضمن سوال جواب. خیلی میبخشید که قطع کردیم صحبتتون رو. سخنان بعدیمون آقای مصطفایی، وکیل دادگستری و مدیر سازمان مدارای جهانی هستند. ایشون مدت 9 سال در داخل ایران به عنوان وکیل دادگستری به موضوعهای حقوق بشر پرداختند. وکالت بسیاری از متهمین و محکومین به اعدام به خصوص زیر 18 سال رو عهده‌دار بودند و در آخر هم به دلیل فشارهای امنیتی ناچار شدن ایران رو ترک کنند و در حال حاضر در نروژ زندگی می‌کنند. آقای مصطفایی بفرمایید. خب منم سلام عرض می‌کنم خدمت خانم ها و آقایون و خیلی خوشحالم هستم که در پارلمان سوئد در خدمت دوستان هستم و امیدوارم همچون امیدی که آقای شریف مدیری دارن، ما هم بتونیم در داخل ایران و در پارلمان ایران بتونیم به راحتی بدون اینکه دغدغه‌ای داشته باشیم حرف هامون رو بزنیم. خب موضوع مهمی رو در اینجا دوستان در حال بررسی هستند، بحث انتخابات آزاد هست. هم در داخل ایران بحث انتخابات آزاد می شود و خب خیلی از مسئولین می گویند که ما انتخابات آزاد داریم و خب در خارج از کشورم بحث انتخابات آزاد برخلاف اون چیزی که در داخل ایران مطرح می کنند مطرح هست. اما من در اینجا به 4 موضوع میخوام بپردازم. یکی نقش شورای نگهبان در انتخابات هست، یکی نبود دستگاه قضایی مستقل و یک پاسخی هم خواهم داد به اظهارات آقای جواد لاریجانی که در رابطه با رد صلاحیت چند نفر از کاندیدات، بیشتر از 600 نفر از کاندیداها مطرح کردن و در مقدمه هم توضیح خواهم داد که اصلا انتخابات آزاد چه هست. مهمترین اصلی که ما در انتخابات آزاد داریم بحث اراده مردم هستش، به این نحو که تمام افراد این اراده رو داشته باشن که بتوانن در انتخابات شرکت بکنن، انتخاباتی که سالم باشه، منصفانه باشه و آزاد باشه و همه کسانی که در خودشون توانایی های تغییر و یا پیشرفت و یا هر تغییری که در جامعه میدونند رو بتوانند در اون انتخابات شرکت بکنند، کاندیدا بشن بدون اینکه مانعی برای کاندیداتوری آنها ایجاد بشه، نه اینکه نامزد بشن بعد کاندیداتوریشون سلب بشه. و اگر هم رد یا عدم صلاحیت افراد مطرح میشود، رد یا عدم صلاحیت فقط در رابطه با مواردی باشد که یک نفر مرتکب جرم شده باشه و اینکه اون شخص از حقوق اجتماعی که در رابطه با اون جرم مرتکب شده سلب شده باشه از طرف یک دادگاه عادلانه و بیطرف. اما این امر در رابطه با زندانیان سیاسی به هیچ عنوان صحت نداره و زندانی های سیاسی میبایست در انتخابات حتی اگر که در زندان باشند به عنوان کاندیدا اگر که مایل به ثبت نام بودن ثبت نام بکنن. میبایست امکان تجدید نظر برای کسانی که رد صلاحیت میشوند توسط اون هیئت مهیا بشود. این یکی از اصولی هستش که میبایست در یک انتخابات سالم و عادلانه ما داشته باشیم، در صورتی که در ایران به این صورت نیست. آقای رفسنجانی با اون عظمتشون و خب بالاخره مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از بالاترین نهادها و قدرتمندترین نهادهایی هست که در جمهوری اسلامی ما داریم، ایشون این امکان رو ندارن که حتی بخواهند از رد صلاحیتی که شدن اعتراض بکنن و نه تنها ایشون و کسان دیگه هم به همین صورت هست. میبایست این اطمینان به مردم داده بشود که بعد از اینکه انتخابات صورت گرفت اطمینان بدهد که انتخابات به صورت سالم برگزار شد،
نه اینکه بعد از اینکه انتخاباتی برگزار شد و راهپیمایی‌هایی صورت گرفت و تجمعی صورت گرفت، دستگاه قضایی وارد بشه، از طریق دستگاه امنیتی دست به سرکوب بزنه، روزنامه‌ها رو توقیف بکنن و یا سران یا کاندیداهایی که به هر حال میلیون ها رای آوردن رو بازداشت بکنن و و و و غیره. اینها مقدمه‌ای بود که خواستم خدمتتون عرض بکنم. و اینکه آیا در الان این سوال به نظرم سوال مسخره‌ای هست که آیا ما در کشور ایران انتخابات آزاد داریم یا نداریم؟ چیزی که در ایران مطرح میکنن، خب در جمهوری اسلامی کسانی که میخواهند به قدرت و بدنه قدرت دسترسی پیدا بکنند ناچار هستند که بگویند که من ملتزم به قانون اساسی هستم، ملتزم به ولایت مطلقه فقیه هستم و در کشور ایران انتخابات آزاد برگزار میشود. این التزامی هستش که اونها باید بدهند، ولی در حقیقت چنین نیست. در طول 34 سالی که در عمر جمهوری اسلامی ایران بوده، حتی یک انتخابات سالم و آزاد نبوده و علتش رو هم عرض میکنم. هیئتی که میبایست در اصل رسیدگی بکنه به موضوع انتخابات، میبایست یک هیئت کاملا مستقل باشه. شورای نگهبان به نظر من یک قده سرطانی هست که این قده سرطانی از 34 سال پیش در کشور جمهوری اسلامی افتاده و الان هم به نوعی با رد صلاحیت هایی که دیدید عود کرده. و علت اصلی و اساسی که ما یکی از علت های اصلی و اساسی که ما در ایران انتخابات آزاد نداریم به دلیل وجود شورای نگهبان است. شورای نگهبانی که قانون اساسی این اختیار رو به این شورا داده که اعضای اون شورا رو یک نفر انتخاب بکنه، مستقیم و به صورت غیر مستقیم. خب مستثر هستید که اعضای شورای نگهبان 6 نفر حقوقدان و 6 نفر فقیه هستند. حقوقدان ها به صورت غیر مستقیم، حقوقدان ها به صورت یا توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب میشوند، رئیس قوه قضاییه هم توسط رهبر انتخاب میشه و با این وجود به صورت غیر مستقیم 6 نفر از حقوقدان ها توسط رهبری انتخاب میشن و به صورت مستقیم هم فقهای شورای نگهبان که 6 نفر هستن به صورت کاملا مستقیم توسط رهبری انتخاب میشن. در کل 12 نفر از اعضای شورای نگهبان که در حال حاضر 11 نفر هستن به صورت مستقیم توسط یک نفر انتخاب می شوند و در اصل اون یک نفر هست که ناظر بر انتخابات هست و قدرت انتخابات را هم در دست داره. و اگر هم اظهار نظری نمی کند به صورت حالا مستقیم یا غیر مستقیم، به این دلیل هستش که این امکانات رو به شورای نگهبان داده که از طریق شورای نگهبان بخواهد رد صلاحیت بکنه. و موضوع بعدی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است که به صورت کاملا غیر مستقل هست. رئیس دستگاه قضایی توسط رهبر انتخاب میشه و خب من 2 دقیقه‌ای که وقت دارم ترجیح میدم یکی به موضوع پاسخ به آقای جواد لاریجانی بپردازم که ایشون عنوان کردن که صلاحیت افراد حق نیست و اگر فردی کاندیدا شد اون کاندیدا حق دارد که اعتراض بکند، در صورتی که چنین نیست. اگر یک فردی رو صلاحیتش رو برخلاف قانون رد کنند در همین داخل جمهوری اسلامی و با همین قوانینی که داریم، کسانی که صلاحیتشون رد شده به نوعی مجازات شدن طبق قانون مجازات اسلامی. در قانون مجازات اسلامی سلب حقوق افراد مجازات هست و در اینجا با توجه به مجازاتی که صورت گرفته، خب مسلم هست که حتما جرمی هم صورت گرفته، در حالی که می‌بینیم کسانی که رد صلاحیت شدن هیچ کدومشون در هیچ دادگاهی محاکمه نشدن.
در مورد بحث تحریم ها هم یک نظری داشتم که اگر شد در پرسش و پاسخ ها اون بحث تحریم ها رو خدمتون عرض میکنم. ممنون از توجهتون. آقای سخنان بعدیمون آقای عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کومله کردستان ایران هستند، از زندانیان سیاسی سابق با سابقه بیش از 4 دهه مبارزه علیه دیکتاتوری، از سالها پیش برای اتحاد اپوزیسیون ایران فعالیت کردند و خواهان یک ایران دموکراتیک، سکولار و فدرال هستند. آقای مهتدی بفرمید. با تشکر از دوستان برگزار کننده کنفرانس 4 اتحاد برای دموکراسی و با تشکر از پارلمان سوئد و نمایندگان حزب لیبرال که این فرصت رو فراهم کردند که بخشی از کوشندگان اپوزیسیون دموکراسی خواه ایرانی بتونن زیر یک سقف در پارلمان سوئد گرد بیان و صحبت‌هاشون رو در مورد جنبه‌های گوناگون وضعیت ایران بزنن. نکته ای که اینجا گفته شد آقای شریعت مداری ذکر کردن، بندم کاملا باشون هم عقیده هستم که انتخابات های جمهوری اسلامی از روز اول هیچ کدوم حتی با استانداردهای خیلی ابتدایی انتخابات های آزاد نبودند، با تقلب و با مکانیزم های و سازوکارهای دیگری به غیر از اونچه که انتخابات آزاد و منصفانه و سالم نامیده میشه با اینها عجین بودند. اما از مقطعی به بعد با کاهش مشروعیت نظام و با تشدید تمامیت خواهی در اقشار حاکم جمهوری اسلامی به تدریج وضعی فراهم شد که حتی اون نوع انتخابات ها هم دیگر برای جمهوری اسلامی تحملشون بسیار مشکل بود. انتخابات سال 1388 دقیقا همین رو نشون داد، به روشنی نشون داد که حتی تحمل اون چیزی که در ادبیات سیاسی داخل ایران انتخابات رقابتی نامیده میشه، یعنی انتخاباتی بین خودی ها و مطلقاً به دور از شرایط یک انتخابات آزاد با استانداردهای بین المللی، ولی همون انتخابات رقابتی هم به قول خودشون دیگر از آستانه تحمل جمهوری اسلامی بیرون بود. رد صلاحیت های دوره اخیر به نظر من عواقبی داره که یکیش ایجاد یک شکاف پرنشدنی در نظام سیاسی ایرانه، ریزش های بزرگ و نومیدی ها و دلسردی های بزرگیه که در داخل نظام و وابستگان به این نظام به طور کلی به وجود میاد. پایه اجتماعی رژیم جمهوری اسلامی به نظر من به شدت محدود میشه و به قول یکی از دوستان اون حدود 15% پایگاه اجتماعی فعال که برای این حاکمیت در نظر گرفته میشد به احتمال قوی بعد از این رد صلاحیت‌ها و انتخاباتی که خواهیم داشت به یک پشتیبانی یک رقمی تبدیل خواهد شد. یکی از عواقبش این هست که انسداد سیاسی هرچه بیشتری رو در جامعه ایران برقرار میکنه، گفتمان اصلاح طلبی حکومتی رو کاملا تضعیف میکنه و چه بسا حتی موجب گسست ها و اختلافات درونی این گفتمان اصلاح طلبی حکومتی بشه و بعضیا رو به یک معنی رادیکالیزه بکنه و در مجموع گفتمان تغییر نظام رو، یعنی بیشتر مردم ایران رو و کنشگران سیاسی رو به این نتیجه میرسونه که تغییر نظام باسی در دستور قرار بگیری یا تنها گفتمان معتبر خواهد بود در مقایسه با گفتمان اصلاح طلبی. اما این اگر قرار این انسداد سیاسی به نحوی از بین بره و جای خودش رو به یک پویایی سیاسی در ایران بده،
چراهایی میتونه وجود داشته باشه. اینجاست که مسئله انتخابات آزاد به نحوی که اتحاد برای دموکراسی مطرح میکنه و همچنین با تفسیرهای دیگری غیر از تفسیر اتحاد برای دموکراسی میتونه مطرح باشه. در یک معنی کلیش انتخابات آزاد و منصفانه بر طبق استانداردهای بین المللی یکی از عوامل و عناصر تشکیل دهنده اساسی و حیاتی دموکراسی در هر کشور هست و بدون شک در ایران هم این طور هست. بنابراین به عنوان یک پرنسیپ، به عنوان بخشی از اعتقاد ما به دموکراسی و به یک نظام دموکراتیک، انتخابات آزاد بدون شک مطرحه. از طرف دیگه انتخابات آزاد میتونه به این کار کرد رو هم داشته باشه، این کاربرد رو هم داشته باشه که حکمیت رو به صندوق‌های رأی ما خواهیم سپرد. در ایرانی که از یک طرف استبداد زده است و کشوری دیکتاتوری با سابقه طولانی دیکتاتوری، با تمرین بسیار کم و ناقص دموکراسی و با وجود تنوع و چه بسا اختلاف نظرهای درونی در خود اپوزیسیون و مخالفان این نظام وجود داره، چه چیزی جز تعهد مشترک ما در نظر و در عمل به اینکه صندوق رأی به انحاء مختلف حکمیت بین ما رو به عهده داشته باشند در آینده، چه چیز میتونه ضمانت کنه که ما یک بار دیگه در مقابل هم دیگه دست به اسلحه نبریم، دست به خشونت نبریم و بار دیگه زورمندان و اقویا با استفاده از مکانیزم های غیر دموکراتیک مسلط نشن بر ما، بر جامعه. بنابراین تقویت گفتمان انتخابات آزاد به نظر من از این لحاظ هم بی اندازه مهمه. و از اینجا من یک کاربرد دیگر رو هم که نزدیک هست اشاره بهش میکنم. مبنای حداقلی میتونه باشه انتخابات آزاد برای اینکه تمام اپوزیسیون ایران رو، همه اونهایی رو که ظاهراً یا واقعاً اعتقادشون رو به دموکراسی ابراز میکنن، بتونه همه اینها رو به یک توافق حداقلی برسونه که با وجود اختلاف نظر در برنامه‌های سیاسی، اونها از طریق این مکانیزم در آینده تلاش‌های سیاسیشون رو و فعالیت‌های سیاسیشون رو از پیش خواهند برد و امروزه همه میتونن تمرکز بکنند روی بحث انتخابات آزاد و گفتمان انتخابات آزاد. بنابراین مبنای حداقلی برای اتحاد اپوزیسیون دموکراسی خواهم میتونه باشه. اما علاوه بر اینها و نهایتاً میتونه وسیله ای یا محرک ای برای تغییر، برای شکستن انسداد سیاسی در ایران هم باشه و اتفاقاً این از اونجاهایی است که میتونه خیلی بحث بردار باشه. من شخصاً فکر میکنم نهایتاً تغییر ما بایستی به دنبال تحول سیاسی از طریق جنبش‌های مدنی و اجتماعی باشیم. جنبش‌های مدنی و اجتماعی الزاماً همگی بر اساس بر محور انتخابات آزاد، حول محور انتخابات آزاد شکل نخواهند گرفت. جنبش‌های گوناگون اجتماعی میتونیم در میدونیم که وجود دارند و میتونند به وجود بیان. با توجه به وضع فلاکتبار اقتصادی، بیکاری، توقف و متلاشی شدن تولید در ایران، با توجه به اجحاف‌ها و ستم‌های بزرگی که در ایران جنسیتی، قومیتی، ملیتی همه اینا وجود داره، بنا میتونه جنبش‌های اجتماعی گوناگونی در ایران و حول محورهای مختلفی شکل بگیره. حول محور انتخابات آزاد هم میتونه یک چنین جنبشی شکل بگیره، یا در هر جنبش اجتماعی میشه بعضن و بخشن به مسئله انتخابات آزاد هم رجوع کرد. بنابراین
توضیح دادن، آموزش دادن و روشن کردن جوانب مختلف یک انتخابات آزاد، نه یک انتخابات آزاد، در واقع انتخابات های آزاد در اشل های مختلف، به نظر من یه وظیفه مهمیه و به نوبه خودش میتونه کمکی بکنه به ایجاد پویایی اجتماعی و ایجاد جنبش های اجتماعی، و یا در صورتی که جنبش های اجتماعی برای تغییر، که به نظر من بازم تأکید میکنم محور اساسی تغییر در ایران میتونند باشند، مسئله انتخابات آزاد در این حال میتونه در کنار اینها و همراه اینها همواره یادآوری بشه و به عنوان یک جزء مکمل بسیاری از این جنبش های اجتماعی به کار برده بشه. این تا اونجاییه که به داخل ایران مربوط میشه و این هم مسئله اصلی است، اما در کنار اینها بایستی به این موضوع هم اشاره کرد. اپوزیسیون ایران با به دست گرفتن شعار انتخابات آزاد و منصفانه میتونه از یک اقبال بین المللی نیز برخوردار بشه که به جای خودش مهمه و قابل توجهه. از توجهی که کردید متشکرم.